Bismillahirrahmanirrahim. دوستای نهایت عزیز و گرامی، فامیل های ناظرین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار دیر باد به آشپزخانه قرنطینه ما خوش آمدین و علاوه تعالی دیگه این قرنطینه بخیر زود از سر کل انسان ها و کل ما شما دور بسازه که بخی کل گیر پاکو ساخته و امیدوار استیم به الله سبحانه و تعالی که خداوند بخیر انشاءالله بسیار به زودترین فرصت کم بخیر دورش میکنه. یک چند روز پیش یک دوست ما در صفحه فیسبوک برای من نشته کرده بود که قاری صاحب در این قرنطین دوم برای ما یکان مضمون در آشپزخانیتان ثبت نمی کنین، یکان خوراکا را. من برش گفتم که خوراکا را دیگه الحمدلله کل فامیل های ما همشیرا کلگی یاد داره، ضرور نیست صرف در قرنطین اول ما به خاطر مصروفیتتان که شما مصروف باشین یکان خوراکا ها یا یکان غذاهای را من برتان خدمتتان ثبت میکدم. به هر صورت در این روزها یک غذا و هوسانه وطن ما و شما از افغانستان که بسیار زیاد در لندن سر زبان ها پخش شده، حلیم افغانی هست که در مرکز همبستگی اسلامی افغان ها ما او را تهیه کردیم در آشپزخانیش بسیار به صورت درست و پروفشنلی که همونطور حلیمی که در افغانستان جور می شد در مدت مثال 18 ساعت یا 15 ساعت یا 20 ساعت به اون شکل ما تقریبا 7 ساعت یا 6 ساعتی را پخته می کنیم و 10 ساعت یا 8 ساعت یا حتی 12 ساعت 8 شب اینه که ما دادم میمونیم تا به 8 صبح بازون را میکشیم و حلیم یکی از کیفیت ها و خوبی هایش لذیذتر بودنش در این است که هر قدر که دم بخوره به مو اندازه مزدار میه و من میفهمم که الحمدلله فامیل ها و همشیره ها و کسایی که در افغانستان یک عمری را تیر کردن اونا از خوردن حلیم، از پخت و پز حلیم، از کیفیت و از تمام تیار کردن حلیم الحمدلله که اونا میدانن و آشنا هستن بسیار صورت درست. لیکن یک تعداد جوانای ما و شما که در این ملکها زندگی میکنه حتی اولادای خودم نمیفهمه که حلیم چی هست و حلیم وقتی که ما میاریم از بازار به چی شکلی گرم شوه و آماده شوه برای خوردن. حلیم یک غذای صبحانه یا هوسانه صبحانه وطن ما شماست که صبحکی وقت صبح همراه چای نوشیجان میکردن و این را میرفتن از بازار از حلیم پزی میآوردن، خصوصا در زمستان ها سرد میبود، یخ میبود، بازی را در سر داش یا در سر منقل گرم میکردن، درش روغن منداختن و درش بوره منداختن یا گور میده منداختن یا عسل منداختن همراه نان بسیار گرم افغانی و چای صبح یا قیمق چای را نوشیجان میکردن. جوانای ما که در این ملک ها زندگی میکنن متاسفانه که از این دور بودن به بخاطر حال در مسجد که میاین ما این پوشن هایی را که جور میکنیم بر از اینا میتیم باز اینا میبرن. اگر من بفهمم که قدر معلومات ندارد در مورد از این حلیم، اگر خودم باشم در مسجد باز برش من آستاستا بسیار به صورت خوب که خفه نشه آزرده نشه برش کل طرز تهیهش میفهمانم، اما بعضی وقتا که میبرم بیچارا باز پس زنگ میزنه یکان تاش او را که مزه میته گرمش میکنه مزه میته، اما که مزه نمیتهش باز زنگ میزنه قاری صاحبی خیلی هیچ مزه نداشت. خب طرز تهیه کردن بسیار مهم است در تمام خوراک ها. مثلا ما شما کشیری قروت را پخته میکنیم، کشیری قروت اگر تنها هم کشیری شبیاری پیش یک کسی بانی او یک مزه داره، اگر در سرش قروت بفته، روغن بفته، مثلا کفتی پاشان بفته یا کفتگکای شوشه بفته و خوب درست جور شه و اونو باز بخوریم باز او کیفیت و لذتش زیادتر است. حلیم هم به شکل است. حلیم وقتی که خصوصا جوان وقتی که بیاین شما این را از مسجد بگیرین یا از هر جایی که بخرین، حتی از دکان های ایرانی که حلیم های ایرانی هست اون هم میخرین، اگر میخواین که به طرز افغانی تهیه کنین و نوشیجان کنین این را که آوردین حلیم باید اولین کاری که کنین اگر از طرف شب میخوردین درست است میتونیم که شما راسانی را پخته گرم کنین. اگر نیک از طرف شب نوشیجان نمیکردین برای صبحانه تان میماندین این راسان شما باید در یخچال بانین که سرد باشد، به خاطر که در داخل حلیم گوشت گوسفند ما مندازیم و اون گوشت سرخی گوسفند است. سرخی گوسفند اگر در بیرو باشد در گرمی باشد زود خود خراب میکنه و حلیمی را که ما جور میکنیم
تا ما تست کردیم اینا تا یک هفته را در یخچال اگر باشه خراب نمیشه، بعد از اون در فریزر نمانین. یخ حلیم اگر در فریزر بانین یخ میزنه، چیزی در یخ زده را که بکشید مثل که گوشت یخ زده را که شما میکشین امروی گوشت تازه چقدر فرق داره. بنابراین این باید در یخچال بانین تا 3-4 روز، 2-3 روز اونم قدر از مسجد بگیرین شما که اون استفاده کنین، باز زیادتر دیگه نگیرین. تازه ما هر روز تازه پخته میکنیم در مسجد شریف. شما اینه که میارین از مسجد میگیرین، ما حالی برتان نشان میتونم که اینه چی رقم آماده بسازیم. میریم به طرف داش انشالله میبینیم که چی رقم آماده میشه. حالی آمدیم بخواهی سر داش یا سر کوکر، میبینیم تخم پزی رو میگیرین در سر گاز میمانیم، یک کمه که روغن دیم اندازیم اینه به قدر ضرورت. این حلیم رو میگیرین سب در داخلش بندازین. این حلیم سخت میباشه در داخل از این که انداختینش. نالی را راست اندگه کم 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 شور میتین که این خدا نرم میکنه. یک کمک سرش اگر پت کنید چند لحظه که بخار داخلش پیدا شود، شاید یک دو دقیقه یا سه دقیقه سرش پت میکنید که حلیم گرم شود. حالا سرپوش تخمبازی رو پس میکنیم، ببینیم اینه گرم شده کم کم. باز خوبی رو شور میتیم که همراه روغن خوب گرد شود، مخلوط شود انشاءالله. ببینیم خوب هنوز هم گرم نشده، باید بسیار گرم شود و مخلوط شود که این بیخی نرم شود. همینطور اینی لغتی های ازی باید که مخلوط شود. باز سرش پت میکنیم برای یک 2-3 دقیقه دیگه، میبینیم که خوب گرم بیاید. خوب گرم بیاید، اگر گرم نبیاید این رقم باز مزه نمیتحلیم انشاءالله. باز یک 2-3 دقیقه بعد باز خبر شد. تقریبا 5 دقیقه تیر شد از سرپوش سر شما اندیم. ببینید اینه خوب بخار کرده، از تستا نرم شده، بیخی مخلوط شده. بعضی وقتا دوستا میتونین که دیدیم این اصلایی که ایره مخلوط میکنین خوب گرم میشه، بوره در بینش پتین، یک 2 قاشق یا 3 قاشق یا 1.5 قاشق در بینش بوره پتین، مخلوط کنین و اصلا شیرین میشه. باز بشقاب میکشین نوشجان میکنین. بعضی وقتا دوستا نمیخواین که در داخلش بوره گد کنن، باز در پشکاب که کشیدن در اونجا در سرش بوره یا عسل میندازن. ببینین این حال بیخی مخلوط شد. حالی که مخلوط شد فقط چی مهم است که بعد از اینکه مخلوط میشه برای 5 یا 10 دقیقه دیگه در آتیش بسیار کم میره بانین که دم کنه، مثل که برنج ما شما دم میتین. کل پخته کردن از امی 15 دقیقه، گرم کردنش ببخشید وقتی که نوشجان میکنیم 15 دقیقه کار دارد. اینا را میمانین یک 5 یا 10 دقیقه آتش بسیار کم که خوب بخار میکنه، مثل که برین یا دم میکنیم تفت میکنه که کیفیتش پس مثل اونم اونطور میشه که وقتی که پخته میشه. حالا 5 دقیقه یا 10 دقیقه بعد باز ببینیم که بخیر برای خوردن آماده است. حالا بخیر برای آخری مرتبه سرش باز میکنیم. ببینیم خوب دم کده و سر روغن هم آمده. ببینید سر روغن هم آمده، خوب دم کده، نرم شده، بخیر آماده گاز شکل میکنیم، آماده خوردن از بخیر. اگر در خانه یک زن اگر دالچینی یا سینمن داشتین میده کرده، باز دسترش پرتین خوشبوی میشه، خوب مزدار میشه. دسترش نال دلتان که بوره هم اندازین، این بوره است پاش میتین و یا این اصل است. اینه اگر اصل پرتین بسیار خوبش میشه و مزدار میشه و بسیار خوب. اینه ببینید سر به این شکل اصل هم اندازین، نوشجان میکنین اینه امروی قاشق باشک بشیدیم که سر ما انتقاد نگرد که استاد پایی نان خورده قارسه. اکثر هم که دی امروی نان تازه نوشجان میکنین چای صبح، بعضی کسا همطور
و میشه که لنجان میکنم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم.